مواد اولیه برای تهیه جوجه کباب، سینه مرغ اینقدر لازم داریم، فلفل دلمه ای رنگ‌های مختلف، حالا یک رنگم داشتینم میشه، من اینجا زرد و نارنجی و قرمز دارم، گرجه، نصف گرجه، یک عدد قارچ داشتم نصفش کردم، نصف این لیمو رو میزنم، لیموی تازه، من سیخم 3 تا سیخه، و نصف پیاز، یک قاشق ماست، این هم ادویجات، گارلیک پیست، جینجر پیست، فلفل تون، سیاه، زردچوبه، نمک، زعفرون، این هم سوسای من میزنم، سویا سس رو به انار یه ذره میزنم، این هم که باربیکیو ساس، هر کدوم اندازه اینو 1/4 قاشق میزنم، اینا هم ادویجات هم 1/4 قاشق چای خوری هستن، سویا سس هم 1 قاشق میزنم، ربع انار هم همون 1 قاشق چای خوری میزنم، اینم که 1 قاشق غذا خوری هستش. خب اینا رو ادویجات میریزم توی این، با ماست قاطی میکنم، میذارم معمولا اگه وقت داشته باشم یه نیم ساعتی قبلش اینا رو مارینیت میکنم، تو یخچال میذارم، بعد بقیه چیزا. خواستم اینو بگم که وقتی اینو که مارینیت کردم با اینو ماست، بعد نیم ساعت اینا رو میارم قشنگ تو این سیخا میزنم، بعد خیلی آسونه، میذارم توی پیرکس بدونی که یه چیز دیگه اضافه کنم، میذارم روشونم، اولش یک نیم ساعت آلومینیوم فویل میزنم، بعد درش میارم، بیکش میکنم، اولش یعنی همش بیک میکنم، بعد حدود 1 ساعت 380 degrees 380 درجه فارنهایت 1 ساعت. حالا بقیه کاراش که دارم انجام میدم من فیلم میگیرم شما میبینید. خب من مواد گوشت رو زدم برای جوجه کباب که بهتون نشون داده بودم، ادویه و ماست و سوسایی که نشون داده بودم، به اضافه نصف لیمو تازه رو زدم اینجا، چون من مواد به شبل هم کات کرده بودم، آماده کرده بودم، کنارش گذاشتم، میخوام دیگه بذارمش توی یخچال، بعد اینا دیگه لازم نیست مارینیت بشه، اینا رو میتونی اگه دوست داشته باشه یک کمی آلیو اویل بزنین، نمک و فلفل هم یک کمی روش میزنین، من با همین نمک هایی که جدا کرده بودم و کنار گذاشته بودم با اینا زده بودم یک کمی، من خیلی روغن اینا نمیزنم، حالا شما اگه خواستی میتونه اینا آلیو اویل هم بزنین موقع صرف گذاشتن توی فر. خواستم فقط یه لحظه بهتون نشون بدم، این الان من میذارمش توی یخچال، شما میتونین اینو اگه خیلی عجله دارین نیم ساعت قبل از پختنم میتونین اینا رو مارینیت کنین، اگرم دوست داشتین روز قبلم میتونین اینا رو آماده کنین، بذارین توی یخچال، درش رو ببندین، هر دفعه خواستین، هر وقت خواستین بپزین میارین بیرون، خیلی ساده و سریعه. سیخارم که بهتون نشون دادم این الان میره توی یخچال، بعد من اینا رو به سیخ این 3 تا سیخی که دارم میکشم و میذارمش توی پیرکس، میذارم توی آون. خب من این جوجه کباب رو به سیخ کشیدم، موادشو همونطور که میبینین اینجوری هست، وشتبل هم هر چیزی که خودتون دوست دارین میتونین لاش بذارین، کدو سبز من اگه داشته باشم هم میزنم، الان این دفعه نداشتم نزادم، اینو الان من درشو میبندم با این آلومینیوم فویل، میذارم تو آوون برای 1 ساعت 380 درجه فارنهایت، الان آماده شدم بهتون نشون خواهم داد، خیلی آسونه، راحت هم درست میشه. اینم از جوجه کباب. خب 1 ساعت شده، این الان آماده است، آخرش اگه دوست داشته باشی میتونی روش یه ذره کرم بزنی، من یه خورده آلیو اویل هم تو بشه بلش زدم، حالا خودتون اگه دوست دارین میتونین کره بزنین.